سلام به دوستان که زحمت کشیدن و به اینجا تشریف آوردن. من زهرا سادات میرباقری، همونطور که در مصاحبه بغداد اعلام کردم، بعد از 4 بار طراحی برای فرار از سازمان مجاهدین خلق، موفق شدم در طراحی 4 روز خودم را از کمپ اشرف در استان دیاری واقع در عراق نجات بدهم و فرار کنم. خوشبختانه این مسیر رو با کمک مادر عزیز و دردمندم خانم فاطمه سادات رضایی و سایر دوستان طی نمودم و خودم رو به اروپا رساندم. قبلا قول داده بودم که حرفهای ناگفتم رو در رابطه با فرقه مجاهدین و استثمار انسان، به ویژه استثمار زنان در این فرقه، مرحله به مرحله به اطلاع افکار عمومی برسانم تا راهی باشد برای شناخت هرچه بیشتر این فرقه و کمکی باشه برای هموار نمودن راه و نجات سایر قربانیان و جدایی اونها از این فرقه. البته باید بگم که کارهای خودم شخصا مرحله به مرحله با موفقیت انجام شده و اکنون زندگی جدیدی آغاز می‌کنم. در این مرحله می‌خواهم لیستی از 95 نفر از قربانیان زنی فرقه را به اطلاع افکار عمومی برسانم. من یک لیست تهیه کردم از اسامی 95 نفر از زنان قربانی این فرقه که البته اسامی بیشتر از این هست، بالاتر از 100 هستش، که انشالله در مراحل بعدی لیست رو کامل میکنم و به اطلاع افکار عمومی میرسانم. این لیست موضوعش چیه؟ موضوعش در واقع عمل جراحیه که سازمان مجاهدین خلق با حیله ها و نیرنگ های مختلف روی این قربانیان انجام داده. عمل جراحی زنان شامل عمل جراحی خارج کردن رحم و تخمدان های آنها. اسامی رو من تعدادش رو میخونم: کبرا طهماسبی هاجر، صدیقه خدای صفت، حبیبه طاولی، پوری سیدی، پوری چرندامی، شهبانوی فسنغوری، شراره فریبرز، فرزانه پور اقبال، پروین پور اقبال، طاهره زارنجی، انسیه گلشاهی، مهوش کرمی، مهوش علی مددی، ماندانا روستا، مریم نظام الملکی، فرح امامی، فروزان تقی‌زاده، مریم طباطبایی، انسیه قلی‌زاده، فاطمه همدانی، افسانه طاهریان، سوسن بزرگانفر، اشرف تقوایی. البته این لیست گفتم 95 نفره که من در اختیار افکار عمومی میذارم، شما خودتون میتونید مطالعه کنید. در مرحله بعد میخوام موضوع دیگری از استثمار زنان رو برای شما مطرح کنم. حتما شما هم مانند خود شخص من از خبر تجاوز مسعود رجوی به زنان شورای رهبری لایه اول شوکه شدید و برایتون این سوال بزرگ پیش اومده: چگونه مسعود رجوی بعد از عبور از بندهای انقلاب و
بحث‌های ایدئولوژیک داغ به این رسید که به تجاوز جنسی به زنان شورای رهبری دستاز خودش مبادرت کنه. خب من میتونم مراحلی که بوده طی این مدت در سازمان و دور از چشم برادران و مردان طی شده در جلسات زنان و دختران با مسعود رجوی مقداری برای شما باز بکنم تا این پازل که به از الف به یا منتهی شد چگونه انجام شد. به طور نوبه‌ای به نام بحث‌های انقلاب و جلسات مسعود رجوی ما رو یعنی زنان رو به نصب مسعود رجوی صدا می‌کردن. در واقع ما با مستمر با جشن‌های مختلف مواجه می‌شدیم در این جلسات و خبری از بحث‌های ایدئولوژیک نبود. در واقع فقط بحث رابطه زدن با رهبر عقیدتی و روابط برخوردهای ناموسی و یگانه با مسعود رجوی مطرح بود. با هدایای مختلفی که از طرف مریم رجوی و خود مسعود رجوی شخصا به ما داده می شد، شامل حوله حمام، لباس‌های زیر زنانه، عطر، اتکلون و چیزهای از این قبیل. و توسط زنان شورای رهبری لایه بالاتر که من مسعود رجوی نزدیک بودم و قبلا این مراحل رو گذرانده بودن و به اصطلاح به یا رسیده بودن، ما رو تشویق میکردن که رابطه یگانه بزنیم با مسعود رجوی از کلمات عاشقانه و صحبت‌های عاطفی با مسعود رجوی صحبت بکنیم. و خب ما همیشه برامون سخت بود، چون بیشتر از هر چیز ما اینو یک روابط ایدئولوژیک میدونستیم و به خاطر کلن فرهنگ سنتی و کلن فرهنگی که بین زنان ایران رواج داشت و بحث شیعه و مسلمان بودن روابط بود که مثلا از اقتباس گرفته شده بود از امام حسین یا پیامبر، رابطه زنان با پیامبر، بیشتر ما در این رنجی میدیدیم و هر بار فکر میکردیم خب ما چیزی رو نمیفهمیم که باید بفهمیم و از این زنان شورای رهبری که قبل این مرحله گذروندن و بیشتر شناخت دارن و آگاه تر از ما هن با عنوان خواهران بزرگتر ما باید یاد بگیریم. و مرحله به مرحله اینطوری مغزشویی ما گسترش و عمق پیدا میکرد. مثلا غیر از اون هدایایی که گفتم، مثلا گردنبندهای طلا میدادن. گردنبندها ابتدا گردنبند عکس مریمی بودش که به خود منم هدیه دادن. ما تو جلسات خب فقط زنان بودم با مسعود رجوی. خب بعضا ما مشاهده میکردیم و هر بار خود من تعجب میکردم. بالاخره یه بحثی که ما به عنوان زنان خب مسلمان داشتیم این بود که بحث محرم نامحرم نمیدونم از اینجور چیزا خب تو سازمان خیلی مطرح کرده بودن. ما در این تحویل گرفتن هدیه میدیدیم، حتی دست مسعود رجوی لمس میشد یا خود مسعود رجوی رابطه هایی که داشت از شوخی هایی که استفاده می کرد. و کلن بحثی که اونم مستمر مطرح می کرد ناموس همچون خودش. ما نمی فهمیدیم بحث ناموس همچون خودش یعنی چی. همیشه من برای من سوال بود همچون خودش اونم تکرار می کرد. خب البته اگر کمی دقت می کردیم خب تو خیلی از بحث ها گفته شده بودش که بحث طلاق غیر شامل رهبری نمیشه، یعنی شامل مسعود و مریم نمیره. پس این بحث
بحث ناموس که مطرح میکنه همچون خودش، پس ما باید همچون مریم باید همین مراحل رو طی کنیم. اینو هیچ وقت نمیفهمیدیم، بیشتر به اصطلاح روی ابرها و بحث های ایدئولوژیک سیر میکردیم. مثلا توی غیر از اون که گفتم، عکس مثلا حضرت مریم بود روی اون طلایی که داده بودن، غیر از اون در مرحله بعد به زنان شورای رهبری لایه دوم که من جزء اونها بودم و میگفتن شورای رهبری آزمایشی، گردنبندی و هدیه داده شد در این جشن ها که الان شما مشاهده میکنین، عکس مسئول رجوی روی اون حک شده. یه همچین دوستان نگه داره؟ بله. که اینجا عکسای رنگیش رو گرفتیم، از نزدیک مشاهده میکنید. بله، همچنین میخوام بله. این لیست که مشاهده میکنید همونطور که گفتم شامل 95 نفر از قربانیان زن این فرقه شامل میشه که با حیله های مختلف. حیله های مختلف مثلا چی بود؟ حیله های مختلف این که شما کم خونید، شما سنگ برای عمل سنگ کلیتون باید این عمل رو انجام بدین، شما برای درمان سردردتون باید این انجام بدین. مثلا افسانه طاهریان دوست من بود، یعنی با هم همیگان بودیم، اون یک اف یک یگانی بود، من اف یک یگانی بودم که همسرش همونطور که میشناسید همسر سابقه عمد آقا هستن. افسانه من دیدم بستر بود بیمارستان، خب کمردرد داشت، خب اینها مراحل مختلف داشتن دیگه، بعضی ها برای انتقام گرفتن یا برای بیبازگشت کردن اینها این کار رو میکردن. شاید این سوال میبین برای چی این کار رو میکردن؟ خب برای بیبازگشت آیندی، برای اینها متصبری نباشه، یا اینکه برفرض این همه انرژی گذاشتن روی افسانه، برفرض ایشان رو فرمانده های مختلف بهشون دادن برای اینکه بیشتر از هر چیز با دادن مقام و منصب چیکار کنن، اونوشو از شوهر سابقشون جدا بکنن، اینطوری به خودشون نزدیک کنن با روابط نزدیک با مسعود رجوی که البته ایشون جزء لایه اول شورای رهبری بودش. بعد من متوجه شدم خواهر دیگم که شورای رهبری لایه اول هستش به من گفت افسانه و عمل زنان کردم، یعنی در واقع پیغامی رسون تو هم که اگر این کارو بکنی کمرت بهتر میشه. یعنی در واقع بعدش اصلا یکی از فرمانده های بالا رد بالا اصلا عجیب دنبال من افتاده بود که این عملو انجام بدید، چون همینا قبل از این آگاه شده بودن که چی نفراتی که جدا میخوان بشن از سازمان مسئله دارن، پس به این شکل چیکار میکنن؟ اینا رو هم به رهبری نزدیکتر میکنن. اسم این مرحله رو چی گذاشته بودن؟ رفتن بالای قله. یادته؟ اینها زنانی که به قله رسیدن، قله رهایی. خب اگه این قله رهایی، خب پس چرا از اون طرف روابط جنسی اجرا میشه؟ پس اون چه قله؟ پس تو تای قله پس اون باشه. حرف ها همه متناقض، پس اون تای قله است، این رأس قله است،
البته میدونین که اینو داخل پرانتز بگم، مثلا تابلوهایی که مسعود رجوی هر در تو موضوعات مختلف مطرح میکرد، هر بار مثلا من خودم یک بار مادم نوشتم برش، برای مسعود رجوی نوشتم. خب ما جز نفراتی بودی که باید موضع‌گیریامون رو صریح مینوشتیم و منم خب پوش عادی‌سازی داشتم، میگه تو طرح داشتم برای فرار، میگفتم که این موضوعاتی که شما در این تابلو مطرح میکنین، من با کوچکترین اخباری که میشنوم از بالای قله سقوط میکنم میافتم پایین. یعنی تابلوها انقدر آبکی، مرحله به مرحله انقدر پوشال بود، خاطرش چی؟ خاطر رهبر عقیدت اون بالا چیزی که خودش گفته داره نقض میکنه. از یک طرفی میگه این تجاوز جنسی رب به زنان، از زنان شورای رهبری لایه اول من شنیدم خودم. یعنی الان که من میتونم راه هست صحبت کنم، خب خوشبختانه من خودم یعنی لایه دوم مرحلهش به این مرحله نرسیده بود که این رابطه نزدیکتر با مسعود رجوی داشته باشه. به سلام ما کسانی بودیم در مراحل بعدی قرار داشتیم. این بودش که چگونه این مراحل انجام شد. ای طرفی به اونها گفته بود این روابط جنسی از نماز شبم واجب تره. در اونجا به این شکل، در پایین چیکار میکردم برادر، از جمله برادر خود من 5 ساعت توی جلسه اینو چیکار کردن؟ از این خواستن که بیاد حرفی تو به اصطلاح اونا تو محفلای صده گفته که اینا غرق جیمن، خودشون به ما میگن از جیم جدا بشی و بیاد پس بگیره. 5 ساعت اینو فقط سرپا نگه داشتن که بیاد تو اون جلسه این کارو کنه. بعد خود مسعود رجوی میگه از نماز شب واجب تره این کار. حرفا همه چیز متناقض. در رابطه با تابلوها که گفتم اینطوری بودش، این چه تابلوهایی؟ بعد آخر سر نمیدونم، شما فکر کنم من در بین شما آخرین جدا شده باشم. من بعد از این گفت دیگه از تابلوها خبری نیست. دیگه بحث تابلوها رو گذاشت کنار، بحث خلاص ایدئولوژیک شروع کرد که کسی نتونه رون هیچ حرفی بزنه، هیچ تناقضی باشه. که بعد مرحله چی شد؟ مرحله معرفی جدید مسئول اول سازمان رو از همین جور صحبت ها. انشاءالله بقیه من حرفای نگفتم رو در مراحل مختلف به اطلاع افکار عمومی میرسونم. در آخر میخوام تبریک خودم رو به مناسبت تأسیس انجمن زنان اینجا اعلام کنم. با تشکر. خیلی تشکر میکنم از خانم میرفادری و بسیار بسیار خوشحالیم که تونسته خودش رو نجات بده و از اون فرقه رهایی پیدا بکنه. امیدواریم که اعضای خانوادهش، خواهرانش و برادرانش بتونن این مسیر رو طی کنن و همه اون 3000 نفر باقی مانده. در این مرحله از خانم سلطانی خواهش میکنم که در واقع از اهداف تأسیس انجمن زنان و موارد دیگری که دارن صحبتشون رو آغاز بکنن. ضمن خوش آمدگویی به همه دوستانی که از شهرهای مختلف و کشورهای مختلف تونستن و موفق شدن که خودشون رو به این جلسه برسونن و ما ملاقاتی با هم داشته باشیم و خوشحال شدیم از دیدن تک تک شماها. خوش اومدید به این جلسه و خوشبختیم. جای همه دوستامون که حالا به هر دلیلی نتونستن خودشون رو به این جلسه برسونن در بین ما خالیه و انشالله تو جلسات بعد بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم و ابعاد فاجعه‌ای که الان گریبانگیر حدود 3000 نفر تو لیبرتی، تو بیابونی به نام لیبرتی در واقع اسیر هستن و همینطور خیلی از کسایی که تو کشورهای خارجی اروپا، آمریکا و کشورهای مختلف هنوز به دلایل مختلف یا از سر استیصال، یعنی چاره‌ای طرف نداره، یا بالاخره یه اجباری داره بچهش اونجا تو قرارگاه به هر دلیلی از این فرقه یه حسابی میبره، یا اصلا راه گریزی نداره و راه برون رفتی نداره، ما بتونیم به عنوان یه پشتوانه، به عنوان یک تکیه گاهی باشیم که اینها بتونن یه راه گریزی پیدا کنن و از
این تشکیلات از این فرقه بتونن خودشون رو بکشن بیرون. امروز ما خوشحال هستیم که در آستانه روز خشونت علیه زنان و حذف خشونت علیه زنان روز 25 نوامبر هستیم و ما در این روز انجمن خودمون رو اعلام میکنیم. انجمن ما در واقع تعدادی از زنهای جدا شده هستیم که از فرقه مجاهدین و از تشکیلات مجاهدین خلق تونستیم جون سالم به در ببریم و خودمون رو به بیرون از جامعه برسونیم. در همین جا من لازمه از خیلی از دوستامون در این تشکیلات یادی بکنم که اینها نتونستن و خیلی هاشون توی اون فرقه کشته شدن، کسانی همچون مینو فتعلی و مرجان اکبری، آلان محمدی، نغمه حکمی، زهرا فیضبخش، معصومه غیبی‌پور یا زنانی که هنوز در زندان این تشکیلات هستند، کسانی همچون فاطمه حاج خداوردی، تهمینه و یا کسان دیگه‌ای که به هر دلیلی ما نمیتونیم اینجا ازشون اسمی ببریم و من اینجا یاد اونها رو گرامی میدارم و خوشحالم که همین تعداد محدودی که تونستیم بیایم به دنیای آزاد و با انبوه به هر حال مشکلاتی که وجود داره بتونیم یه پشتوانه باشیم برای سایر زنها. ما کسانی هستیم که سالیان سال با گوشت و پوستمون شکنجه ها و اون فشارهایی که این تشکیلات روی زنها به طور خاص آورده، علل عموم روی همه خب فشار هست توی این فرقه، ولی به طور خاص روی زنها فشار مضاعفی که وجود داشته به خلاف همه شعارهای دموکراسی که در واقع نشون میده که اینا در واقع دموکراسی دارن تو مناسباتشون، دم از برابری زن و مرد میزنن، دم از آزادی زن میزنن، ولی در واقع عمق این مناسبات وقتی وارد میشی میبینی که نه، اینطوری که میگن اینا نیست. و کماکان در این تشکیلات زن حجاب اجباری داره، یعنی مجبوره که حجاب داشته باشه. زن توی یک سالی در سال 1990 کودکانشون رو از اونها جدا کردن و من خودم کسی بودم که با القاعات تشکیلاتی و چیزی که در واقع من چاره ای نداشتم، یعنی یا باید با بچه هام راهی در واقع کمپ های پناهندگی و شرایط بسیار سخت برای بچه ها می شدن، یا اینکه بچه ها را می دادم اون چیزی که سازمان می خواست می دادم به سازمان و من فکر می کردم که شاید اونطوری سرنوشت بهتری واسه شون باشه. یعنی اون از در واقع ستمی که چه به بچه ها روا شد چه به زن ها، بعد تو قدم بعد دوباره ازدواج های اجباری تو سازمان، تو قدم بعد طلاق های اجباری و کلن زنانی که همینطور پرستگار وقتی که در تشکیلات این سازمان نگاه میکنیم تحت خشونت بوده. توی این فرقه زنان مثل مردا حق نداشتن که با همدیگه، یعنی زنان و مردا ارتباطی با هم داشته باشن، حق نداشتن که همدیگه رو دوست داشته باشن و کوچکترین سر کوچکترین، همه شما ها میدونید وقتی میگم سر کوچکترین رابطه، یعنی حتی یک سلام علیکی با کسی اگر داشت یک زن با یک مرد، شما خودتون با تمام وجود میدونید که چقدر این جداسازی بود بین مردها و زنها و حق نداشتن حتی با هم سلام علیک کنن و سر یکی از اینا یا مثلا سر یک کارت تبریکی که یه بار یکی به یکی از اقوامش داده بود، به یه خانومی داده بود یا همینجور، بالعکس اینا روزها و ساعتها برای این نشست میذاشتن توی تشکیلات و این در واقع سرکوب میشد که تو چرا به این نگاه کردی. این طرف قضیه رو شما داشته باشید و اون طرف قضیه رو هم نگاه کنید که از طرف دیگه همه چیز در واقع تحت استثمار مطلق مسعود رجوی قرار داشت. یعنی تصورشو بکنید، اوج این خیانت، اوج این جنایت و خباثت اونجا برجسته میشه که با وجود زنانی که تمام هستی خودشونو، بچه‌شونو، زندگیشونو، عواطفشونو و همه چیزشونو در این راه و به اسم آزادی گذاشتن،
انهایی ختم بشه به کجا؟ به اتاق خواب مسعود رجوی و سوء استفاده جنسی مسعود رجوی. این دیگه اوج جنایت و خیانتیه که ما حتما در یک دادگاه عادلانه باشه که ما اونجا مسعود رجوی توضیح بده که به عنوان یک رهبر چگونه و چرا این تجاوز رو انجام بده. یعنی اصلا من میگم که گیرم که مریم رجوی مقصر بود، چون میدونی که مسعود رجوی آدمیه که به غایت غیر مسئول، تو همه زمینه ها غیر مسئول. یعنی حتی همین الان چرا مسعود رجوی نمیاد؟ مگه از لیست تروریستی خارج نشدن؟ چرا نمیاد یه مصاحبه کنه؟ چرا نمیاد یه جا خودش رو نشون بده، یه جا پاسخگو باشه؟ کی رو انداخته جلو؟ مسئول اول مریم رجوی، فرمانده قرارگاه مژگان پارسایی، باز هم استثمار از کیا؟ از زنا. یعنی هنوز که هنوز این استثمار ده. و ایشون مسئول پاسخگوی هیچ کدوم از اعمالش. من میگم باشه گیرم که مسعود رجوی اصلا خودش یه شخصی هیچ کاری بوده، هیچ احتیاجی هم نداشته به زنا، هیچ اصلا علستویه، چون خودشو پیغمبر میدونه، خودشو اصلا بالاتر از همه، خودشو اصلا خدا میدونه. اصلا دعواش با خمینی دوستان سر چی؟ فقط و فقط سر جای رهبری بود از روز اول. بعد علارغم همه اینها اصلا من میگم گیرم آره مریم رجوی میگفت که شما بیاین برین در واقع شما خودتون رو عرضه کنید به مسعود رجوی و در اختیار مسعود رجوی بذارید حتی جسمتون رو، یعنی از لحاظ جنسی. ولی تویی که رهبری، خطاب مسعود رجوی دارم الان از اینجا میگم و در این جلسه در حضور شما، تویی که رهبری چجوری دست به این کار؟ پس چطور برای تو حلاله؟ چطور برای تو حلاله که تو تجاوز کنی به زنی که عاشق شوهرش بوده، در راه آزادی اومده تو این مسیر؟ برای تو حلاله که بهش تجاوز کنی، لذت ببری و به اورگاسم برسی، ولی برای شوهرش حرومه؟ این چه منطقیه آخه؟ این چه منطقیه؟ یعنی من شخصا بار دیگر از مسعود رجوی میخوام از پشت همین تریبون در همین جلسه میخوام که پاسخگو باشه. مگه خودش نمیگفت که همیشه میگفت به ما میگفت که برید سیاسیش کنید بیرونیش کنید؟ کدوم یکی از شما این جمله چقدر یادتون میاد که میگفت سیاسی کنید بیرونی کنید؟ بیاد الان بفرما خودش سیاسی کنه بیرونی کنه. اگر تم مجامع بین المللی رای دادن به این استثمار، به این خشونت علیه زنان، باشه منم مثل بقیه مردم. ولی افسوس از اینکه ایشون اهل پاسخگویی باشه و بخواد سر این سوالات بی جوابی که وجود داره و یکی یکی. الان من بسیار خوشحالم از اینکه خواهرم زهرا سادات میرواقعی از این فرق نجات پیدا کرد و خودش رو رسون. روزی که من شنیدم که یک نفر دیگه واقعا از این فرقه نجات پیدا کرده، یک نفس راحت کشیدم. و همینطور خانم ابراهیمی، خب قبلش، یا کسای دیگه که به هر طریق من میبینم روزانه از این فرقه فاصله میگیرن. چون ببینید یه وقت یکی هست میگه که خب اصلا پرچمش مشخصه، اصلا مشخصه همه چیز. بدبختی در واقع ما که 20 سال از عمرمون رو هدر کردیم و واقعا رومونم نمیشه جایی بگیم. ما بریم به کی بگیم که بابا ما 20 سال از عمرمون، زندگیمونو گذاشتیم برای آزادی مردم؟ واقعا کاش که من میتونستم بگم آره این آرمان منه، این پرچم مبارزه است این. ولی آخه چجوری الان در رابطه با این فرقه بگیم چی؟ ما در واقع همه زنهایی که از این فرقه جدا شدیم و درد و رنج این تشکیلات رو لمس کردیم، امیدواریم که بتونیم پاسخگوی سوالاتی باشیم که در واقع مردم یا سایر زنان از ما دارن و امیدواریم که بتونیم با افشاگری های خودمون و با کمک خودمون به همدیگه، پشت هم بودنمون، بتونیم یه پشتوانه‌ای باشیم که یک نفر که تو این تشکیلات، حالا یا تو کشورهای اروپایی به هر دلیل یا تو خود این لیبرتی، چون که من که میدونم کسایی که تو لیبرتی هستن بسیار سخته براشون راه فرار پیدا کردن،
و خیلی هم شانس میخواد، هم در واقع یه چیز دیگه ای میخواد، یه پتانسیل دیگه ای میخواد که بتونه خودشو بکشه از اونجا بیرون. ولی من امیدوارم که ما بتونیم کمک کنیم که اینها یک راه گریزی پیدا کنن، از همه مجامع بین المللی، از همه سازمانهای دیگه، سازمانهای جدا شده، کانونهای جدا شده دیگه. واقعا طلب کمک دارم و دوست دارم که کمکمون کنن ما رو تو این راه، که بتونیم این پدیده رو در واقع، این چیزی که مثلا یک طاعونه الان تو جامعه ما و یه تعداد ناآگاه هنوز اونجا اسیر هستن، رو بتونیم در واقع نجات بدیم و بتونن اونا راه گریزی پیدا کنن برای خارج شدن از این. قسمت برنامه ما در ابتدا سخنان خانم نسرین ابراهیمی رو میشنویم و بعد با توجه به انبوه پرسش و پاسخهایی که احساس میشه وجود داره، در صورت هر کسی هر پرسشی داره مطرح بکنه و در صورت از دوستانی که سوال دارین سوال بکنه که سوالتون مطرح بشه. خانم نسرین ابراهیمی، خواهش می‌کنم صحبتتون رو. تشکر میکنم از همه شما که من تشریف آوردم. هدف از انجمنی که در اسمان تشکیل دادیم که گفتیم که انجمن زنان هست، هدفش دو تا هدف هست، که یکی کمک به در از زنای اسیر داخل فوران هست و یکی هم در از بتونیم پیامی رو به زنای داخل ایران برسونیم، که پیاممون برای داخل زنان ایرانی هستش که بتونیم هرچی بیشتر فضا رو بهشون معرفی کنیم و افشاگری هایی که هستش انجام بدیم و بتونن فرقه رو بشناسن که در حقیقت هیچ وقت مثل یک چیز بسته میمونه که هیچ وقت هیچ کس خبر نداره که اون تو چی هست و به ندرت آدمایی که اومدن بیرون تونستن افشا کنن و حقیقتی که اونجا بوده بیان کنن. در نتیجه من فکر می‌کنم که یکی از کارهای ما این هست که بتونیم این افشاگری رو انجام بدیم و زنای کشورمون تجربه ما رو داشته باشن، استفاده کنن و گرفتار این فرقه نیفتن. هدف بعدیمون این هست که بتونیم یک نقطه امیدی برای زنای داخل اشرف بشیم، که حقیقت این هست که چرا من اینو میگم، در داخل اشرف متاسفانه زنایی که اونجا هستن خب از همه چی میترسوننشون و جوری به اینا باوروندن که گویا بجز داخل اشرف هیچ وقت هیچ راهی و هیچ امیدی و هیچ مکانی خارج از اشرف برای اینا متصور نیستش. به همین دلیل من فکر میکنم که این میتونه یک نقطه امید برای تک تکشون بشه که بتونن ببینن که اینجوری نیست و اینا یک مش چرندیات و دروغای رجعی هست که سالیان در گوششون خونده. در حقیقت خیلی دلم میخواست قلص همین که مطالب دیگه هم شروع کنم بگم که من خیلی خوشحالم در تو با زهرای عزیز، در تو با آزادی ایشون، و من وقتی که دیروز ایشون رو دیدم باورم نمیشد و خیلی 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 خوشحال بودم. دقیقا یاد روزی افتاده بودم که خودم از اونجا فرار کرده بودم و حسی که داشتم احساس به واقع احساس تولد دوباره میکردم و دیروزم که ایشون رو دیده بودم من دقیقا یاد روز آزادی خودم افتاده بودم و خیلی بهشون تبریک میگم و خیلی برشون خوشحالم و امیدوارم که ما که تنها زنهایی که تونستیم از اون فرقه آزاد بشیم و با کمک خود شما ها و کمک انجمنهای دیگه تونستیم انجمن ها تشکیل بدیم، بتونیم کمکی کرده باشیم و کمکی بکنیم به زنهایی که اونجا اسیر و اسیر فرقه رجعی هستن و زیر ستم و ظلم رجعی قرار گرفتن. آقا محمد به یه چیزی اشاره کردم و خیلی دلم میخواست اینجا یه بار دیگه بگم. گفتن که وقتی که
بازو خانم داشتن صحبت میکردن گفت در حقیقت برای خانمایی که اونجا بودن و اون چیزی که گذروندن اونجا آسون نیستش صحبت کردن راجع به آنچه که براشون گذشته. در حقیقت من خودم برام جالب بود این صحبت، چون میدم که با اون که خب الان من نزدیک 4 سال بیرون اومدم و صحبت‌های زیادی رو کردم، ولی به واقع حرفایی هست که آدم خیلی سخته براش، به لحاظ روحی روانی فشار خیلی زیادی به آدم میاره و سخت صحبت کردنش. و حتی بعضا آدم میگه که خب مثلا صحبتی مثل تجاوزهای جنسی رجبی رو وقتی که بهتون مثلا صحبتشو میکردم، خب کسی که در یک جامعه نرمال زندگی کرده و کسی که در یک جامعه عادی زندگی کرده و کسی که خودش زندگی نرمالی داشته، به واقع خیلی درک این موضوع براش سخته. حتی ممکنه خود شما خیلی از ماها حرفای زیاد بشنیده باشی، ولی من مطمئنم که بازم درک این مسئله و چیزایی که بر ما گذشته بازم براتون خیلی سخت خواهد بود و سخت هستش، کمان که به طور خصوصی که با بچه‌ها صحبت می‌کردیم همین هست. من خیلی دلم می‌خواست که به یه موضوعی اشاره کنم، هرچند وقت کمه، راجع به اینکه چرا ما میگیم که زنان در مجاهدین برخلاف شعاری که رجبی همیشه داده که شعارشون آزادی و ارتقای زنان هستش، برخلاف این ما میگیم که ما به عنوان زنانی که اونجا بودیم بیشتر از همه مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم، که این دلیلش چی میتونه باشه؟ چون خب خیلی از بچه‌ها سوال داشتن، میگفتن که ما فکر میکنیم مردا اونجا بیشتر ظلم بهشون شده، ولی خب چرا زنا؟ حتما میگم صحبت‌های زیادی رو شنیدید و ما صحبت‌های زیادی رو کردیم، ولی خب من کوتاه اشاراتی میکنم به چیزایی که الان تو ذهنم هست راجع به این. در یک کلام اگه بخوام بگم، زنان در مجاهدین برده‌های رجوی بودن و میتونم بگم که پله به پله ماها رو آماده میکرد که در از اون چی میگن با عنوان اون بردهی که میخواست ما رو استفاده بکنه، که خب به شیوه های مختلف. شاید مثلا کسی بگه خب فرض کنید به هر حال مسئولین سازمان زنای سازمان هستن، پس این نشون میده کسی مثلا مثل مریم رجبی یا فرض کن ماژگان پارسایی، کسی که بالاخره شعبه رهبری اینا بودن، خب این تصور ایجاد میشه که گویا پس زنان به طور واقعی اونجا رها بودن، آزاد بودن و از این شعارهایی که دارن میرن. در صورتی که وقتی که ما پله به پله اگه نگاه کنیم میفهمیم که اتفاقا هرچی به سمت بالا رفته، میفهمیم که اینا رو آماده کردن تا در اختیار رجبی همه جوره قرار بگیره. یعنی کسی که به نقطه شعارهای رهبری رسیده در واقع اون برده اصلی و اون چیزیه که خود رجبی خواسته و صد روی صد مال رجبی برای همه جا برای رجبی بوده. این که زنان رو چجوری آماده میکردم برای اون نقطه بخوام برسیم، خب برای اولین بارم من خودم وقتی که از بطول یا از دوستای دیگر حتی زنهایی که اومده بودم بیرون میشنیدم که رابطه جنسی رجبی، خب خیلی فشار زیادی برام داشت و خیلی آدم اذیت میشد، ولی وقتی نگاه میکردیم بیدیم که چقدر با حیله های مختلف ماها رو آماده میکردن، همطور که زهرا توضیح دادن پله به پله، اول بچه های زنها رو ازشون گرفتن، جگرگوشه هاشون رو ازشون گرفتن، بعد شوهراشون رو به بهانه مختلف ازشون گرفتن، به بهانه انقلاب و به بهانه مبارزه، مبارزه که هیچ وقت وجود نداشت، و بعدم به بهانه اینکه مردای داخل سازمان به شما نگاه نکنن و رجبی بشه حفاظت این زنه که اونجا هستن، بس ناموس رو آوردن و اینکه زنها در حریم رجبی قرار بگیرن. و بعدم یواش یواش من یک بحثی از مریم رجبی رو یادم هست به نام چهار دیواری که در اینش هست میگفتن که تمام زنان عین خودم زنای مسعود رجبی هستن و از ما میخواست که
مثل زنای تو ایران. البته من دوست دارم این کلمه رو استفاده کنم، ولی این جمله خود من رجبی رو دارم استفاده میکنم. گفتش که همه زنای تو سازمان باید با لباس سفید، مثل زنایی که تو ایرانن، با لباس سفید بیان توی خونه مسئول و با لباس سفید یعنی کفن برگردن و باید اینطوری با مسئول باشیم. و حتی در نشست آخری که من خودم یادم هست با مریم رجبی به ما گفتش که شما قشنگترین، جذابترین و خوشگلترین، این کلماتش رو بخوام استفاده کنم، خوشگلترین شوهر روی کره زمین رو داریم. و اون موقع خب بالاخره ما فکر میکردیم که شاید این فکریه، ولی همونطور که زهرا هم گفت خب پله به پله آدم نگاه کرد، میدید که وقتی که نشست رجبی میشه ایشون با کاپشن و با لباسهایی که هیچ وقت پیش مردان پوشیده پیش ما میاد، و یا وقتی که ماه رمضان بود میومد میشست روی زمین و زنها داشت حلقه میزدن، که ما اینکه خیلی ها میبوسیدنش، خیلی ها بغلش میکردن، خیلی ها وقتی از چایی که میخورد برای که نشون بده مثلا کس خاصی رو دوست داره، که من یادم هست آدمایی رو که دخترایی که دختر جوان قشنگی بودن تازه اینجا اومده بودن، اینا رو خودش انتخاب میکرد، حتی به اسم هم میشناخت، صدا میکرد، بعد چایی که خودش خورده بود به اینا میداد. و این نشونه این که یه جوری هم خودشون نزدیک کنه به اینا، و همین که در از اون چی میگن اخلاق کثیف رجبی که متاسفانه خیلی اونجا خبر نداشتن، این چیز رو میکرد که درست خودش رو ارضا میکردش با این کارش. و یعنی که من بیاد دارم که یه دختری بودش که میرقصید، عربی میرقصید، که ما خب برنامه زنها جدا بود، ایشون الهه تو آماده باش که وقتی مسعود اومد تو برقصی. و واقعا هم آماده، البته وقتی که مسعود کلا تو نشست زنا میومد اینجوری بود که زنا میرقصیدن و آزاد بود، ولی تحکی کسی نمیرقصیدن، جمعی میرقصیدن برای مسعود. ولی وقتی که میگم این دختری که میخواست تحکی برای مسعود رقصه، که مثل اینکه یه سری از شوهر اولی اعتراض کردن، گفتن که اینا ظرفیتش رو ندارن و میرن و میگن اگه کسی بره بیرون این درس میکنه، و حالا نذاشتن. ولی آخرش هم مسئول بهش گفت که الهه من شدیدم قشنگ میرخصی، مثل که فیلم شدیده بود چون ازش فیلم گرفته بودن. و یا اینکه یه بار یه دختری بود به نام سارا حسنی که دختر خیلی قشنگی بود و قبلا آلمان زندگی میکرده، خیلی رجبی از این بنده خدا هم نگذشت و توی نشستی نبود، توی یک برنامه بود، صداش کرد و ازش خواست براش چای ببره، که من نمیدونم بعدا چه اتفاقی برای این افتاد. دقیقا بعد از این مسئله سارا متاسفانه روانی شده بود و کامل قاطی کرده بود، که من خودم احتمال میدم، مطمئن نیستم ولی احتمال میدم که از اونجا که اخلاق کثیف رجبی این بود تو سازمان و از کسایی که خوشش میومد انتخاب میکرد. نمیدونم شما داستان چیزو قلعه عدموت رو خوندین یا نه، که تماما کارای ایشون شباهت داره به حسن صبا و در از ایشون فکر کنم ایده رو از اون گرفتن و زنهای زیبا رو از انتخاب میکرده برای خودشون، دخترهای جوون، چون کسایی حالا ماهایی که به اون چیز نرسیده بودیم در جز به قول معروف بله از اون دقیقا چون شاه رهبری سطح بالاشون میرفتن مثلی که سو استفاده میکرده و باشون میخوابیده، ولی خب ما به اون نقطه نرسیده بودیم. ولی باز هم از میان همینا اونایی که توی چشم مسئول رجبی قشنگ بودن و انتخاب میکرد، صدا میکرد، متاسفانه ما خودمون اینا رو دیدیم و بعدا که بتول یا کسای دیگه افشا میکردن بیشتر برامون روشن شد که چرا این کار انجام میدن. نکته دیگه هم که میخواستم بگم راجع به میگم ظلم و ستم رجبی و سوء استفاده رجبی از زنهایی که توی مجاهدین هستن، اه
شما حتما خبر دارین از پمپ بنزین داخل اشرا. من فکر می‌کنم که تو هیچ کشوری حتی نمی‌دونم اگر مونده‌های کشور دارم بگم در کجا در آفریقا در هیچ جا یافت نمی‌شه که زن و مرد تا این حد از همدیگه جدا کنن. پمپ بنزینای تو اشرا از همدیگه جدا بود و من خودم موقع راننده بودم وقتی که می‌رفتم باید ساعت دو ساعت فکر می‌کنم چند ساعت صبح معلوم به زنا بود و چند ساعت صبح معلوم به مردا بود و اگر اشتباهی یا حالا به هر دلیلی در زمانی که مردا بودن می‌رفتیم مورد غضب مسئولا قرار می‌گرفتیم و باید نشست‌های مختلفی رو می‌زدیم و می‌گفتیم که چرا همچین اتفاقی افتاده. بیان که من یه چیز رو بیاد دارم که یه نفر یکی از آقایون اونجا یه ماشین داشت و ما داشتیم پیاده از خیابون سر میگذشتیم که خب خیلی خسته شده بودیم و احتیاج داشتیم واقعا تا مقرمون با یه ماشین بودیم که نهایتا این برای ما بایستاد و ما سوار شدیم. من ایشان فراموش نمی‌کنم که تقریبا یک هفته ما در نشست‌های مختلف برای حساب اینو پس میدادیم که چرا ما سوار اون ماشین شدیم و چی فکر کردیم وقتی که این آقا رو دیدیم، ما در ذهن ما چی گذشت و آیا ما مثلا خودمون رو با این آقا تصور کردیم یا نکردیم؟ که شاید ساعت‌ها ما فکر می‌کردیم که یه چیزی رو علف، چون واقعا تو ذهن ما که چیزی نبود، ولی ساعت‌ها فکر می‌کردیم که یه چیزی بگیم و رو کاغذ بیاریم و بنویسیم و بگیم که این گذشت که دیگه خلاص شد از این داستان. و بعدم این داستان مسئله دیگه که آورده بودن، خود مریم رجایی رفته اینو مطرح کرده بود، این بود که میگفتن چون ما مردا رو از شما جدا کردیم و احتمالا شما نمیتونید خیلی راجع به مردا فکر کنید، خب ما یه احتمال دیگه میدیم که زنها به همدیگه فکر کنن. خب خیلی سخت مطرح کردن این مسئله، ولی میگفتن که شما ممکنه با هم دیگه ارضا خودتون ارضا بکنید. برای همین ممنوع بود دو تا زن تنهایی کنار هم دیگه، ممنوع بود اگه مثلا بعد از یک ساعتی از شب کسی تنهایی دستشویی بره یا مثلا جایی بره و حتما سه نفره می بود. و نمیدونم که اگه شما اون موقع بودین این بحث شد یا نه، ولی این بحث همیشه بود و همیشه دعواش با زنها این بود که شما ممکنه با هم دیگه ارسال کنید. خب فاده خیلی زیادی هست، میگم خیلی هم گفتنش واقعا سخته، ولی چی میگن ما سعی میکنیم با انجمنی که تشکیل دادیم تمام افشاگریایی که تا حالا یعنی تمام چیزایی که تا حالا بوده و خب گفتنش برامون خیلی سخت بوده، ولی تلاش میکنیم اینا رو رو سایتمون قرار بدیم و بتونیم در اختیار همه قرار بدیم و بدونن همه که واقعا بر ما چی گذشته و مخصوصا میگم بر زنهای اونجا. حتی من یه چیزی رو فراموش کرده بودم، از اونجا که رجوی همیشه شعارش این بوده رهایی و آزادی زن بوده، ارتقای زنان بوده و دروغی بیش نبوده و خودشون بهتر از هر کسی میدونن که این یک دروغی بیش نیست، در نتیجه آوردن فشارش رو حسابی به زنها که به هیچ عنوان زنها از اونجا خارج نشن. و چیزی که مرز سرخ بود توی مجاهدین بعد از زنها، حتی مردم خب بالاخره ما میدونیم چقدر سخت فشار بودن، این درسته، ولی بالاخره در نقطه‌ای که می‌دونستن که مثلا فلان مرد به انتها رسیده میتونست بالاخره از تو مجاهدین بیرون بره، ولی در تو باز زنها این ممنوع بود و به هیچ قیمتی هیچ زنی حق خارج از اون خارج رفتن از اونجا رو نداشت. دلیلش هم این بود که میگفتن که چی میگن مسائل داخلی که همین که حالا ما داریم افشا میکنیم اینا به بیرون درز نکنه، اینا براشون مرز سرخ بود. حالا به طور خاص شور رهبری که خوشبختانه بنتول و زهرا تونستن بیان بیرون، من فکر میکنم که ما باید خیلی خوشحال باشیم برای این مسئله که اینا اومدن بیرون و تونستن این مسئله رو چی میگن افشا بکنن، چون حقیقت اینه که چیزی که به قول خود بنتول میگفتش که مسئله ای که حتی آدم ها خیلی سخت باورش میکنن
چون هیچ وقت سازمان نذاشته اینا درس بکنه بیرون و حتی خیلی هایی که میان بیرون از زنهایی که میان بیرون تهدیدشون میکنن، جلو راهشون وامیستن، همه جوره جلوگیری میکنن از افشاگری داخل سازمان که چی بر سر زنها اومده و شعار اینا چی هست و اینکه دروغی بیش نستش. من وقتتون رو نمیگیرم، از همتون تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم یک نقطه امیدیم برای زنهای داخل سازمان و بیرون سازمان باشیم و من آرزوی رهایی و آزادی واقعی تک تک زنهای داخل اشرف رو دارم. متشکرم. خیلی متشکرم ابراهیم، خیلی 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 متشکرم، خیلی سخنان خوب رو مطرح کردید. ما در واقع به این ترین مرحله به بحث پرسش پاسخ می‌رسیم. دوستان هر کدوم پاسخ سوالی دارن مطرح بکنن و به اصطلاح دوستان عزیز پاسخ بدن. هر کدوم پرسش پاسخ خانم ابراهیمی به یک نکته الان اشاره کرد که به نظرم خیلی گم بوده تو هم مصاحبه ها هم تو وجه های مختلفی که از این تشکیلات و فرقه آدم میبینه. مثلا بیشتر میره روی مناسبات خواهر و برادری با هم دیگه، یا مثلا میره رو وجه های دیگه. همینی که اشاره کرد خود خانوم ها با هم دیگه، یعنی واقعا من یادمه که یه بار یکی از خانوم ها به اسم ناهید مریض بود آسایشگاه و این حالش خیلی بد بود. خوابیده بود تو آسایشگاه و سرما خورده بود، مریض بود. که من همینجوری که از چیز رد می‌شدم، کنار آسایشگاه رد می‌شدم، دیدم ساعت به شیشه اینقدر حالش، یعنی بعد دیگه تب شدید بود. من رفتم پیشش، گفت که خیلی حالم بده، دهنش خشک شده بود و میگفت که من دو روزه که سرما خوردم، بهم میگم تمارز نکن. دو روز بود سرما خورده بود، حالش بد بود. اصلا احتیاج داشت که واقعا یکی تب بالا، یکی یه لیوان چای با واسه این بیاد. من خیلی دلم سوخت و گفتم که گناه داره این بدبخت با چه وضعی. بعد گفتم بابا ولش کن، همونجا تو ذهنم گفتم گونه بابای هر کی آدم میخواد هر چی بگه. رفتم توی یه جایی داشتیم سالن چیز غذاخوری، رفتم تو سالن غذاخوری و یکم یه لیوان چایی و یه لیوان یکم نوشیدنی گرم واسه این مرد داشتم آوردم. تو راه که داشتم میامدم، شما باورتون نمیشه که مسئول من که اون موقع زهره اخیانی بود تو مسیر آسایشگاه سینی رو از من گرفت، پرت کردم و گفت که به تو چه ربطی داره که برای چیز؟ برای گفتم بابا این بنده خدا خوب الان اونجا خوابیده تو آسایشگاه، احتیاج داره به یه لیوان چایی. گفتم اشکال نداره. سینه رو گرفت پرت کرد، من دوباره رفتم دور زدم، رفتم آشپزخونه مقر. از آشپزخونه مقر التماس کردم که یه فلکس میشه به من یه فلکس و یه لیوان چایی بدی. از مسیر سالن این دفعه نیومدم. رفتم براش یه فلکس چایی و یه لیوان بردم براش رسوندم که اصلا اینقدر دعا کرد و اینقدر تشکر کرد، گفت که دست درد نکنه واقعا. بعد حالا میدونم من کلی زیر تیغ میری، حتی اینم برایش من گفت میدونم کلی زیر تیغ میری، ولی بعد تازه سر این چقدر من باید گزارش مینوشتم و بعد دوباره که آره تو کار خود به خودی کردی، تو یعنی حق نداشتی هیچ کس تو غیر از مسعود دوست داشته باشی. یعنی این وجهی که اشاره کرد راست میگه، تو حالا بیشتر تو مناسبات اینا که دخترای خلاصه جوانتر و چیز بودن، اینا اصلا واقعا چیز بود، سرخ بود، مغز سرخ بود که یه موقع یه دختری یکی دیگر رو مطمئن دوست داشته. خیلی متشکرم از توضیحات تکمیلی خانم سلطانی.